سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق فاش کرد که بیش از 70,000 تن از سنی‌های تندروی داعش در مناطق مرزی سوریه با این کشور حضور دارند. سرتیپ یحیی رسول در اظهاراتی تلویزیونی گفت که عناصر داعش پراکنده، ناتوان و در محاصره هستند، اما برخی اقدامها را برای اعلام موجودیت خود انجام می‌دهند. وی با بیان اینکه داعش امروز دیگر نمی‌تواند زمینی را تصرف یا منطقه‌ای را اشغال کند افزود، توسعه نیروی هوایی عراق به بودجه عظیمی نیاز دارد. وی با تأکید بر اینکه عراق همه هواپیماهای F-16 را که از آمریکا خریداری کرده تحویل گرفته گفت، پرواز این هواپیماها به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح انجام می شود و برای حملات علیه تروریست های داعش با ائتلاف بین‌المللی همکاری می کنند.